سلام عرض میکنم محضر دوستان، عزیزان و حاضران در این محضر شریف و از آمدن شما بسیار سپاسگزارم. خوشنودم که خداوند توفیق داد که بار دیگر در اینجا حاضر شدم و سخن شیرین سعدی رو با شما در میان بگذارم و برای مدتی در محضر این شاعر گرانمایه و زنده کننده زبان فارسی باشیم. نوبت پیشین رو چنان که اشاره شد به کلیات سپری کردیم. من قدری در باب سعدی، زمینه و زمانه او سخن گفتم و اشاره به احوال این مرد بزرگ، روزگار او، سفرهای او و تجربه های او کردم و گفتم که سعدی پس از بازگشت از سفر آغاز به سرودن بوستان و سپس نوشتن گلستان کرد و این دو رو در فاصله کمی بپرداخت و پدید آورد. او ایام پر از مشغله و پر از فاجعه‌ای بود. مغولان به ایران حمله کرده بودند، خلافت عباسی بر افتاده بود و ایران صحنه تاخت و تاز دشمنان بود. شیراز هم از این تهدید مسون نبود، اما حاکمان شیراز با تدبیری توانستند مغولان رو بیرون دروازه شیراز نگه دارند و اجازه ندهند که به اونجا راه پیدا کنند و یک امنیت نسبی رو در اون اوقات پرآشوب برای شیراز فراهم آوردند. سعدی از سفر بلند خود که بازگشت و به شیراز آمد، فضای نسبتاً مطمئنی و امنی پیدا کرد برای اینکه تجربه های خودش رو در قالب نظم و نثر در اختیار هموطنان و همزبانان خودش قرار بدهد و چنان که اشاره کردم در دوران خودش از این بخت برخوردار بود که سخن او مرزها رو در نوردد، بیرون از خطه فارس برود، بیرون از ایران برود، به کشورهای عربی و حتی به چین برسد و خنیاگران و نوازشگران حتی در چین ابیات او رو علا رقم این که به درستی معناش رو در نمیافتن بخوانند و با آن بانگ و هیاهو کنند. چنین بختی کمتر رفیق کسی شده است که در زمان خود واجد چنین آوازه بلند شدند. مولانا رو میدانیم که فیلمثل تا وقتی که در قنیه بود کمتر کسی او رو بیرون قنیه میشناخت. حتی سالها پس از وفات او، شاید 70 سال بعد بود که یک نفر از عرفا در ایران نام او رو در کتابهای خود ذکر کرد و پس از آن بود که آوازه او در گرفت و دیگران او رو بهتر و بهتر شناختند تا به این غایت رسید که امروز رسیده است. اما سعدی البته حکایت دیگری داشت. باری عزمی که به تحلیل و تشریح بوستان کرده ایم، امیدوارم که و عهدی که با دوستان بسته ایم امیدوارم که به پایان ببریم و این کتاب پرنکته رو به شرح بگذاریم و از مواهب اون استفاده کنیم. سعدی شاعری است که شعرهاش رو باید خوند و حقیقتاً کمتر باید به شرح اون و تحلیل اون پرداخت، برای اینکه برخلاف مولوی در سعدی کلام و زبان موضوعیت دارد و بسیاری از سخنان سعدی رو که به شعر گفته، به نظم گفته، اگر ما به نثر درآوریم قوت خود رو از دست خواهد داد و باید به همون صورت بماند که در اصل مانده است. این اندیشه ها منظوماً به ذهن سعدی رسیده است و همون گونه بر روی کاغذ آمده است و در اختیار ما نهاده شده است. اونها را اگر از هم باز کنیم و واسازی کنیم، دیکنستراکت کنیم، چیزی از اونها نمی ماند. به همین سبب
سفارش من و خواهش من از عزیزانی که در اینجا حاضرن و همه کسانی که صدای من رو میشنوند این است که قدری به حافظه خودشون فشار بیاورن، باری بر روی اون بگذارن، اشعار این مرد بزرگ رو به قدر طاقت حفظ کنند، زمزمه کنند، خوراک ذهن خودشون و شیرینی دهان خودشون قرار بدهن، فرزندان خودشون رو توصیه کنن. روزگاری است که ما کمتر از حافظه خودمون استفاده میکنیم. بعضی از پدر و مادرها هم از سر دلسوزی کاذب میگویند که فشار به حافظه فرزندان نباید آورد. این حافظه، این صندوقی که خداوند به ما عنایت کرده، اونقدر جا دارد که هر چه در آن بیانبارید فشاری وارد نمیشود. قرآن باید حفظ کرد، سعدی باید حفظ کرد، این شاعرانی که اینطور رایگان در اختیار ما قرار گرفتن باید زینت حافظه ما باشد. و بهترین وقت هم دوران کودکی است که به کودکان یاد داده شود. خود زیبایی کلام هم کششی و جاذبه‌ای دارد که خدمت می کند به حافظه و می آویزد از حافظه آدمی و به همین سبب کار رو سهل‌تر می‌کند. توصیه من این است که این امر رو عزیزان فرو نگذارند. این کتاب‌هایی است که باید در منازل ما وجود داشته باشه. من سال گذشته در تورنتو بودم و قرار بود که درباره سعدی چند سخنرانی بکنم که کردم، اما عجیب این بود که از بسیاری از خانواده‌های ایرانی خواستم که یک کلیات سعدی در اختیار من قرار بدهند که من به اون مراجعه کنم. یک نفر نداشت و این مایه تأسف بود. این رو من به منزله درد، از سر دردمندی به شما عرض می کنم. چرا باید اینطور باشه؟ البته ما حافظ خونه ها داریم خوشبختانه، نمیدونم چقدر لاشو باز می کنیم و می خونیم، ولی حالا بالاخره در قفسه ها هست، و یا قرآن هم داریم. اما پاره دیگر از بزرگان ما که اونا هم حق عظیمی به گردن ادبیات ما و تاریخ فرهنگ ما دارن، تقریبا از صحنه زندگی ما غائبند و احترام لازم و اعتناء لازم رو نمییابند. امیدوارم که این مشکل درمان شود، این خلأ پر شود و توجه دیگری ما به اونها بکنیم. سعدی آفریننده زبان فارسی است، چنان که بزرگان فن نوشتن و در این هیچ تردیدی نیست، و ما امروز به زبان سعدی سخن میگوییم. به همین دلیل هم هست که سعدی رو خوب میفهمیم، لذت میبریم، میتوانیم از او استفاده کنیم. چنان که نوبت قبل هم گفتم، انواع ضرب المثل ها در زبان ما جاری است که شاید ندانیم از کجا آمده، اما از آثار و ثمرات اندیشه ها و مکتوبات سعدی است. حق ناگذاری و جفا کردن نسبت به سعدی شرط نیست، شرط مروت نیست، و این امر باید درمان شود و جبران شود. امیدوارم که جلساتی که با هم داریم انگیزه ای برای عزیزان ایجاد کند که پاره ای از وقت خودشون رو به این امر اختصاص بدهن. همش فیلم دیدن و همش ایمیل جواب دادن و همش سراغ فیسبوک رفتن و اینا نیست. این بیماری هایی که ما امروز مبتلا شدیم و هممونم کم و زیاد مبتلا هستیم، اما باید کنترل کنیم، و اگر کنترل نکنیم این سیل ما رو میبرد و این باد چراغ ذهن ما رو خاموش میکند و در تاریکی باقی خواهیم ماند. خب از این مقدمه عبور کنیم و از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. به خود سعدی پردازیم که این سخنان رو یاد ما داده است و آموزگار زبان و ادب ماست. اشاره کرده بودم که سعدی از لحاظ کمیت اشعاری که برای ما به جا نهاده است جزو متوسطان است. در صدر لیست کسانی مثل صاحب تبریزی و فردوسی و مولوی قرار دارند که 50,000، 60,000، 80,000 بیت شعر از اونها به جا مانده است. مولانا 60,000 بیت برای ما نهاده است، صاحب تبریزی نزدیک 80,000 بیت، فردوسی 50,000 بیت. اما همین که پایین تر میایم و به سعدی میرسیم، مجموع اشعار سعدی نزدیک 15,000 بیت است که 700 بیت آن تقریبا عربی است
و ما فارسی زبانها با آنها رابطه کمتری می توانیم بگیریم و بقیه به زبان فارسی بسیار شیرین و فاخر است. بوستانی که در پیش داریم و به شهر آن می پردازیم 4000 بیت تقریبا هست، بنابراین تخمیناً 1/4 اشعار سعدی رو تشکیل می دهد. غیر از بوستان که مثنوی است، بقیه اشعار سعدی همه به صورت غزل هاست، غزل های عاشقانه، غزل های واعظانه، غزل های عارفانه و قطعاتی که سروده است و الحق سعدی در قطع سرایی هم سرآمد ادیبان ماست که داستان دیگری دارد. خب از این مقدمه عبور کنیم و وارد بوستان بشویم. بوستان قبلن هم آوردم که در سال 655 سروده شده است و کمی پس از آن گلستان نوشته شده است در سال 656، و این 656 درست همون سالی است که خلافت عباسیان به دست هولاکو خان و مغولان برافتاد. سعدی در شیراز بود و حکایت برافتادن خلافت عباسیان رو شنید و رنجور شد و دردمند شد، هم به عربی و هم به فارسی در باب این حادثه سوگناک سخن گفت، اشعار فراوان گفت و نشان داد که نه تنها از آن حادثه متأثر است، بلکه حملات مغولان را هم نمیپسندد و نمیپذیرد، گرچه در مقابل آنها هم تقریبا سکوت اختیار کرد، برای اینکه چنان که خواهیم دید فلسفه سعدی این بود که در مقابل کسی که زور زیاد دارد باید کوتاه آمد. چون نداری ناخن در رند تیز، با بدان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. بعد میگوید که ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برآر. وقتی که به او زورت نمیرسه تسلیم شو، کوتاه بیا، سکوت انتخاب کن و اختیار کن تا وقتی که دستش به روزگار ببندد، پس به کام دوستان مغزش برآر. بارها سعدی این توصیه رو کرده است. از اینجا هم فلسفه سیاسی و هم مشی اجتماعی و فرهنگی او رو میتوانید به دست بیارید. اما اظهار تأثر کرد، اظهار تعلم کرد و گفت آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین، و نشان داد که زوال خلافت عباسیان رو فاجعه‌ای برای عالم اسلام می دانست است. در سال 656 گلستان رو نوشت و پاره هم بر او ایراد گرفتن که در آنجا گفته است که در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود. گفتن که شما خوش میگذروندی، ولی اون طرف در بغداد نزدیک 200,000 نفر را قتل عام کردن و خبرش گویا به شما نرسیده بود و اندوهی ایجاد نکرده بود، که این حرف البته درست نیست. باری سعدی کتاب خودش رو با حمد خداوند و سپس با نعت رسول اکرم آغاز می کند. من اگر برسم این نوبت به همین قسمت اکتفا و اختصار خواهم کرد تا در دفعات بعد انشاءالله به داستانها و به حکمتهای نهفته در آنها بپردازیم. این سبک رایجی بود نزد عموم ادیبان ما که کتاب خودشون رو با نام خداوند شروع می کردن و سپس با نام خداوند آغاز می کردن، سپس به نعت پیامبر می پرداختند و اونگاه موضوع اصلی کتاب رو بیان می کردن و به دنبال اون مطالب خودشون رو می آوردن. گفتم براتون و بارها و دیگران هم گفتن که شاید در این میان مولانا استثناست، برای اینکه کتاب خودش رو
با نام خداوند، با بسم الله الرحمن الرحیم و یا چیزی از این قبیل آغاز نکرده است و بشنویم نه، چون شکایت میکند الی آخر. و سر اون رو هم بیان کرده اند و بنده هم بیان کردم که مولانا هیچ وقت به طور رسمی به خداوند نمی پرداخت. هر وقت که حال او اقتضا می کرد نام خداوند بر زبان او جاری می شد، دعا می کرد، تضرع می کرد، با خداوند سخن می گفت، گاهی هم سخنهای نهانی و رازآلود. اما رسم این نبود، مولانا استثناء بود در این باب. و رسم همین است که سعدی آورده است، نظامی آورده است و دیگران. اما در دیوان حافظ اگر شما میبینید این چنین نیست، برای اینکه حافظ اساسا کتاب نمی نوشت، حافظ غزل میگفت و این غزل های پراکنده رو جمع کردند و در کنار هم نهادند و اون هم پس از مرگ او و دیوانی کردند، ولذا ابتدا و انتهایی ندارد دیوان حافظ. و اینکه امروزه با این غزل شروع می شود که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این به خاطر حرف الفی است که در انتهای غزل آمده و سپس حرف ب، و هیچ معلوم نیست که این اولین غزلی باشد که حافظ سروده است و به احتمال قوی هم نیست، برای اینکه آثار پختگی در این غزل دیده می شود که باید متعلق به دورانهای بعدی حافظ باشد. غزلهای خامتر از این و فرودستر از این در دیوان حافظ است، لذا دیوان حافظ حکم و حکایت دیگری دارد. اما به کتاب سعدی که میرسیم، حتی در غزلیات سعدی هم همینطور است، اونجا هم باز با ذکر خداوند آغاز میشه. خب من مایلم چند نکته رو اینجا اشاره کنم. اولا از بیت آغازین به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، از اینجا آغاز کنیم که سعدی از مهمترین اوصافی که برای خداوند بیان میکند زبان آفرینی است. این نکته ایست که البته از قرآن گرفته است که الرحمن خلق الانسان علمه البیان، و جزو مهمترین کارهایی است که خداوند کرده است، جزو برترین پدیده هایی است که در طبیعت و در عالم انسانی ظاهر شده است، چیزی به نام زبان. شاید اهمیتی که زبان امروز دارد و فیلسوفان زبان و زبانشناسان برای آن قائلند هیچگاه در گذشته نداشته است. یعنی این سخن امروز برای ما بسیار باور کردنی تر، پذیرفتنی تر است که زبان رو یک پدیده فوق العاده عجیبی و مهمی و شگفت‌آوری بدانیم و در میان مخلوقات خداوند انگشت روی این مخلوق ویژه بگذاریم. شما می توانید امروزه روی مغز مثلا با این شگفتی هایی که داره انگشت بگذارید، یا روی جنین و پرورده شدن جنین در رحم مادر، و یا بر پدیده ها و حوادث دیگری. اما زبان حقیقتا جای خودش رو داره و حتی از اینها هم پیچیده تر و مهمتر است وقتی که شما وارد عمق این معنا میشید، و این رو باید جزء دریافت‌های ناب سعدی دانست که زبان نزد او از چنین اهمیتی برخوردار بوده است. خداوند رو در اینجا به اوصاف متعددی سعدی وصف می‌کند: خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت و هر در که شد هیچ عزت نیافت، خداوندی که عزت می‌دهد، خداوندی که ذلت می‌دهد، خداوندی که کریم است و مهمتر از همه چنان پهنخان کرم گسترد که سیمرغ در قاف روزی خورد. این نکته رو سعدی در قسمت‌های دیگر بوستان هم آورده است. از مطالبی است که همیشه مورد توجه عارفان ما بوده است که خداوند رزقش رو به همه می‌دهد و برای او فرق نمی‌کند که آدمیان کافر باشند یا مؤمن، گناهکار باشند یا پارسا، و اهل این نژاد باشند اون نژاد، اهل این کشور باشند یا اون کشور. و این نکته فوق العاده مهمی است که خداوند رزاق است و رزاق همگان است، به خاطر معصیت، به خاطر کفر رزقش رو از کسی بر نمیگیرد. داستانی دارد همین سعدی در بوستان که میگوید که ابراهیم مهمانسرایی داشت و افراد رو، و خودش هیچگاه به تنهایی غذا نمیخورد، افرادی رو همیشه دعوت میکرد
تا مهمان او باشند و هم سفره و هم غذای او باشند. روزی کسی به مهمان سرای او نیامده بود، پیرمرد آمد بیرون و کسی رو یافت و با خودش به مهمان سرا برد و غذا در پیش او نهاد و مشغول خوردن شدن. اما قبل از خوردن ابراهیم دید که اون مهمان نام خدا رو نمیبرد و شکر خدا رو نمیگذارد. به او گفت که ما رزق خدا میخوریم، چرا اسم خدا نمیبری و شکر او نمیگذاری؟ او گفت معلم من به من چنین چیزی یاد نداده است. ابراهیم عصبانی شد و بیرونش کرد، گفت برو از سر سفره من برو، تو که خدا ناشناسی حق نداری که بر سر سفره من بنشینی. که بلافاصله عتاب خداوند به ابراهیم رسید که رزق من برای همه یکسان است و مثل بارانی که بر همه جا می ریزد و می بارد، این رزق هم بارش داره. در احوال ابوالحسن خرقانی هم نوشتن، گفتن این یک تم عام در میان عارفان ما بود، یعنی این صفت الهی رو، رزاق بودن رو از او گرفته بودن، ستانده بودن و تعمیم داده بودن که همگان باید چنین باشن. وقتی که در مقابل گرسنه‌ای، دردمندی، محتاجی قرار میگیری، سوال نکن که تو مسلمانی، نامسلمانی، کافری، مؤمنی، گناهکاری، پارسایی، به اینا کاری نداشته باش. وقتی کسی مستمند و محتاج است به اون احتیاج او نظر کن. ابوالحسن خرقانی گفتن که بر صدر خانقاه خودش نوشته بود که هر کس که به اینجا می آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. این همون سخنی است که سعدی در اینجا هم آورده است که چنان پهن خان کرم گسترد که سیمرغ در قاف روزی خورد، خداوند چنان سفرش پهنه که همه بر سر او می نشینند و هیچ کس از او محروم نیست. از آزر بیگدلی یه غزلی رو به یاد بیاورم، روز به شعرهای دوران صفوی است، میگه که به شهر، به شیخ شهر فقیری ز جوع برد پناه، بدین امید که از لطف خواهدش نان داد. رفت پیش شیخ شهر فقیر گرسنه‌ای و فکر میکرد که به او رسیدگی خواهد کرد. هزار مسئله پرسیدش از مسائل و گفت اگر جواب نگویی نخواهم نان داد. گفت اول این مسئله ها رو جواب بده ببینم نماز تو بلدی، وضو گرفتن تو، غسل تو، تیمم تو، این اون. فقیر را چو نبود حالت سوال و جواب، ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد. و بعد این شاعر میگه عجب که با همه دانایی این نمیدانست که حق به بنده نروزی به شرط ایمان داد. من و ملازمت خانقاه پیر عزب، پیر مغان، که جام می به کف کافر و مسلمان داد. من یه وقتا وقتی این شعرهای سعدی رو میخوندم به یاد سوالاتی افتادم که گاهی بعضی ها با من در میان میگذاشتن که آیا شایسته است فی المثل در باب طبیبان بیشتر این مطرح بود، کسی وطن خودش رو رها کنه بیاد و این بیماران کافر رو در اینجا درمان بکنه. حالا اینکه آدمیان از کشور خودشون به جای دیگری میروند، این یک بحثی است، هیچ دلیلی هم نداره که انسان جایی که به دنیا آمده تا آخر عمر همونجا بمانه. همین جزء تعلیمات سعدی هم از سعدی یا حب وطن، گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. من تو کشور خودم بمیرم، هزار رنج و زحمت ببرم، مشقت ببرم، چون من اونجا به دنیا اومدم. مگه در اختیار من بوده به دنیا اومدم؟ من بعداً میتوانم وطن دیگری انتخاب کنم. جزء کلمات مولا علی هست که فرمودن خیر البلاد ما حملک، بهترین شهرها شهری است که تو در اونجا سواره ای، تو رو بر دوش میگیرن و تو در اونجا کارت روان است، به تو احترام میذارن، حقوقت محفوظ است، نه کشوری و شهری که اونجا پیاده ای یا سوار تو میشن و شروط و حقوق انسانی تو رو حفظ نمیکنن. انسان هر جا که باشه، وقتی که بنده خوب خدا باشه، وقتی که تکالیف خودش رو انجام بده، کار نیکویست. همه آدمیان هم بنده خدا هستن. حالا حرف اصلی من در اینجاست، این که یه طبیبی کافران رو معالجه میکنه، خب هیچ فرقی نداره با این که اگر یه کافری مثلا گرسنه بود و به شما مراجعه کرد، شما به اون نان بدید، شما از اون رفع گرسنگی کنید و زندگی او رو تأمین بکنید. این نکته ایست که عارفان ما همیشه بر او
تأکید کردند و به ما آموختند که مبادا در مسائل انسانی و رسیدگی ها پای ایمان و کفر رو در میان بیاورید، چون که خداوند این کار رو نمی کنه، ولی که خداوند بالا و پست به اسیان در رزق بر کس نبست. این سخن اصلی سعدی در اینجا. بعد سعدی وارد نکته های دیگری می شود که در حقیقت بحث رحمت الهی رو مطرح می کنه و این که چنان گسترده است رحمت خداوند که شیطان هم در رحمت الهی طمع می کنه. نباید پنداشت که هیچ کسی برای ابد از رحمت خداوند محروم است. این چنین نیست. ممکنه کسی خودش رو محروم بکند، اما خداوند چنین قولی نداده است و چنین اصل ثابت لایتغیری وجود ندارد که کسی برای همیشه محروم از رحمت او باشد. بنابراین گناهکارترین آدمیان باید همیشه احساس بکنند که راهی همچنان هست و چنان نیست که تمام روزنه ها و دریچه ها بسته شود. اون شعر نیکوی سعدی که در ابتدای گلستان دارد که گرد محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی عفو گو بردار کشبیا را امید مغفرت است. اگر خدا سخت بگیره پیامبران هم بر خود می لرزند، ولی اگر آسان بگیره همه گناهکاران امیدوار می شوند. پرده از روی عفو گو بردار کشبیا را امید مغفرت است. معنای این البته جرأت بر گناه کردن نیست. معنای این نیست که آدمی بی‌پروا باشد به امید اینکه رحمت خداوند شامل حال او بشود. معنای این آن است که خداوند می‌داند که با بندگان خود چه کند و هیچگاه روزنه‌های امید رو بر کسی نمی‌بندد. و اگر در دهد یک صلای کرم عزازیل گوید که نصیبی برم. عزازیل نام شیطانه. میگه وقتی که خداوند در کرم و احسان خودش رو باز میکنه شیطان هم امیدوار میشه، میگه نصیبی هم به من خواهد رسید. در اینجا سعدی نکته‌ای میگه که من بدم نمیاد این رو هم برای شما بگویم. البته مربوط به علم کلام است، ولی اشاره به او نیکوست. بر احوال نابوده علمش بصیر و اسرار ناگفته لطفش خبیر. میگوید که علم خداوند بصیر است نسبت به اموری که هنوز نیامده است و نشده است. جزو صفاتی که در قرآن برای خداوند آمده یکی این است که خداوند بصیر است، یکی این است که سمیع است، میشنود و میبیند. اختلافی میان متکلمان و مفسران بود از قدیم که خداوند چگونه میبیند و چگونه میشنود، چون چشم نداره، چون گوش نداره، و علاوه شنیدن و دیدن میتواند موجب تغییر در ذات خداوند بشود و اینها هم که بر او روا نیست. به همین سبب میگفتند که سمع و بصر الهی دیدن و شنیدن او به معنای عالم بودن اوست. یعنی خداوند عالم به مبصرات است، خداوند عالم به مسموعات است. یعنی چون میداند که چه چیزی هست و اتفاق میفته، چون میداند که چه سخنهایی گفته و شنیده میشود، در حکم این است که خداوند هم سمیع است هم بصیر. در واقع در اینجا سعدی این موضع رو گرفته است. میگوید که بر احوال نابوده علمش بصیر. علم خداوند بصیر است نسبت به اموری که اتفاق نیفتاده است، نه اینکه چشمی دارد و دیدن ویژه‌ای برای او هست. خب چون که داستان و این بیانات در مورد خداوند است، سعدی رفته رفته وارد مسئله شناخت خداوند و بلکه ناشدنی بودن شناخت خداوند می شود. از اینجا آغاز می کند. من که همه ابیات رو نمی خوانم. جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. در حالی که همه متفق بر الهیت و الوهیت خداوندن، اما از فهم و درک کنه ماهیت او عاجزند و فروماندند. فقط اینجا اشاره کنم که کلمه ماهیت رو ما برای خداوند به کار نمیبریم، فیلسوفان به کار نمیبرند،
اینجا سعدی به ضرورت شعری این کلمه را به کار برده. حکیمان وقتی که در باب خداوند سخن میگن هیچ وقت ماهیت خداوند نمیگن، گاهی ذات خداوند میگن، گاهی اگر فیلسوفانه تر سخن بگوین انیت خداوند میگوین، چون خداوند ماهیت نداره. ماهیت مال موجودات ممکنه و چیزیست که یعنی ظرفیست که از وجود پر میشه و خالی میشه، اما خداوند عین وجود است و لذا ماهیت نداره و امکان هم در او راه نداره. باری این یک نکته لفظیست، خیلی اهمیتی نداره. به اینجا که سعدی میرسه بعد حرف خودش رو میزنه، از اینجا به بعد ابیات یک لحن دیگری میگیره، گرم میشه، داغ میشه، پای تجربه شخصی سعدی در میان میاد و نهایتا هم یک نکته آموزشی خیلی مهمی رو با ما در میان میزنه. میگه چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قم. شبهای بسیار رو سپری کردم و در ذات خدا فکر میکردم که خدا چیست، خدا کیست، این کسی که به ما معرفی کرده اند چه اوصافی دارد، چه ارتباطی با ما دارد. میگوید که به جای راه نیافتم، دهشت گرفت آستینم که قم. دهشت یعنی حیرت، نه یعنی وحشت. این اشتباهی است که من دیدم بعضیا در فارسی میکنن، مدهوش یعنی متحیر، کسی که دهشت به او دست داده است. دهشت گرفت آستینم که قم، تحیر آستین من رو گرفت، گفت برخیز بلند شو، این کار تو نیست و راه به جایی نمیبری. و نه ادراک در کن هزاتش رسد، نه فکرت به قور صفاتش رسد. توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیچون صبحان رسید. صحبان یکی از سخنوران بسیار زبردست و ادیبان نامور عرب بود. سعدی میگوید که میتوان در بلاغت به صحبان رسید، تا اون اوج و اون ارتفاع میتوان رفت، نه در کنه بیچون صبحان رسید. اما این که فکر کنی دستت به دامن خداوند میرسد، یعنی دست ادراک به دامن شناخت او میرسد، چنین هوسی مکن. نه هر جای مرکب توان با تاختن، که جاها سپر باید انداختن. با این مرکب عقل که خدا به ما داده، به قول مولانا با این عصای عقل که خدا به ما داده، همه جاده ها رو نمیتوان پیمون، هر راهی رو نمیتوان رفت. جاها سپر باید انداختن، جاهایی هست که باید تسلیم شد، باید اعتراف به عجز کرد، باید سپر انداخت. خب حالا یک دستورالعملی هم میده، میگه بسیار خوب، کسانی هستن که اعتراف میکنن که عجزشون از ادراک خداوند قاصر است. حتی از پیامبر نقل میکنه در گورستان که ما عرفنا که حق معرفتک، اونچنان که باید تو رو شناخت ما تو را نشناختیم. پیامبر در مقابل خداوند چنین عجز اعتراف به عجز میکنه، ما که جای خود داریم. اما سعدی راهی رو باز میذاره در اینجا، میگه اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست دست باز آمدن پی کنی. تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی. مگر بویی از عشق مستت کند، طلبکار عهد الستت کند. خوب گوش بدید به این اشعار سعدی. اگر طالبی که زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. یک شرطی میگذاره، میگه اگه مایلی که پا در این وادی بگذاری و این زمین رو طی کنی، یک شرط داره و او این که بدانی که بازگشتی وجود نداره، یعنی پا در دریایی میگذاری که نهایتاً غرق خواهی شد و دیگه باز آمدنی نیستی از این سیر. این حرف عجیبی است از سعدی که خطر این راه این است که برگشتی وجود نداره و باید بری و بروی تا انتهای بی انتها که هیچ کس نمیدانه. از طرفی به ما میگوید که راه بی پایانی است، از طرفی هم به یک معنا ما رو میترسانه که هوس نکنید. این از اون کارها نیست که هوس بازانه بتوانید پا در او بگذارید و به جایی برسید. مسئله مشکل تر از ایناست.
ما همیشه در باب عشق این را از شاعران شنیده ایم که فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از خطر نپرهیزد. اینها را برای ما گفتن. اما اینکه راه خداشناسی راهی است که بی بازگشته و اگر کسی پا در این راه بگذاره باید امید بازگشت داشته باشه، حرف خیلی مهمی است. چرا حرف مهمی است؟ به چند دلیل. یه دو بیتی سعدی در گلستان داره که مشهور است که میگوید ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. این شعر لطیف و شیرین پرده از یک حکمت فاخری برمی‌داره. میگه رفتن در آتش عشق یا رفتن در آتش شناخت خداوند مثل رفتن پروانه در آتش است. سوختن نهایت اوست، بازگشتی وجود نداره. پا در راهی میگذاری که نیست شدن غایت و پایان اوست، نه اینکه میروی نیرو میگیری و بعد باز میگردی. رفتنی است بی بازگشت. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. در حقیقت سعدی میخواد به ما اینجوری بگه و مشی او هم در عمل نشان میداده که بسیاری از این کسانی که تخت پوست ارشاد افکندند و خلق رو به خودشون دعوت میکنند و ندا میدهند که ما راه رو پیدا کردیم، ما به خدا رسیدیم و ما بازگشتیم، میخواییم دست شما رو بگیریم ارشاد کنیم، که اینا عمومشون مدعیان بیخبری هستند، مغازه و دکان باز کردند، این همه فرق صوفیه، این همه خانقاه ها، این همه درویش ها، این همه مدعیان رهبری و شیخوخیت و ارشاد، برای اینکه اینا اگه خبری بهشون رسیده بود دیگه خبری ازشون نمی اومد. اون را که خبر شد خبری باز نیامد. اینا اگر این راه رو رفتن دیگه این راه بی بازگشت است. این خیلی حرف مهمی. سعدی این رو بعدن البته تکمیل میکنه، نکته های دیگری میگه و اون رو هم براتون میخونم، ولی ببینید این ابیات یادتون باشه. اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. یعنی اسبی که تو رو میخواد برگردونه پاهاشو باید ببری، یعنی دیگه مرکبی برای بازگشتن نداری. خب راهش هم اینه که تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی، مگر بویی از عشق مسفت کند، طلبکار عهد الستت کند. به درد یقین پرده های خیال، نماند سرا پرده الا جلال. میری جلو، اونقدر میری جلو که به مقام یقین میرسی، و مقام یقین مقامی است که در اونجا خیال محو میشه. برای اینکه ما سه مرتبه ادراک داریم، این رو همه فیلسوفان گفتن، مولانا که بهترین بیانها رو خصوصا در باب خیال و قوه خیال داره، که مرتبه حسه، بعد از اون مرتبه خیاله، و بعد از اون مرتبه عقل و یقین عقلیست، و بلکه بالاتر از یقین عقلی یقین تجربی، یعنی تجربه های معنوی و مافوق حسی و تجربه های اشراقی، به اصطلاح تجربه های ابرآگاهانه. به درد یقین چون در فلسفه به اعتقاد عموم عارفان ما کسی به یقین نمیتونه برسه. خب قیل و قال بسیار، مشاجرات بسیار، گفتن فلسفه دار مشاجره است و همینطور هم هست، یا وادی جدل است همونطور که فقه وادی حیل است. اینا میتوانن یه گره هایی رو به ظاهر باز و بسته بکنن، باز و بسته بکنن، نه اینکه یه گره رو بر الالعبد باز کنن، و آرامشی هم به کسی نمیبخشن، برای اینکه همیشه این جدل در درون شخص فیلسوف جریان داره. اما اون آرامش عقلانی و وجدانی و اشراقی وقتی حاصل میشود که یک یقین فوق عقل برای آدمی حاصل بشه، و اون وقتی است که بدرد یقین پرده های خیال و نماند سرا پرده الا جلال. از جلالت خداوند وقتی که سخن میگه، یعنی تابشی و اشراقی که آدمی رو به حیرت فرو میبرد، این رو جلال میگوین، یعنی عظمت و جلالت.
مایل نیستم اینجا مقایسه کنم، ولی بسیار شبیه هست، حتی لفظاً و معنن این سخنان سعدی با مولانا عجیب است. دورباش غیرتش آمد خیال، گرد بر گرد سرا پرده جلال. این الفاظ در کلمات مولانا به کار رفته و من واقعا اینا چون معاصر بودن نوبت قبل هم گفتم، نمیدانم که کی از کی اخذ کرده و واقعا اینا حرفاشون و صداشون به هم رسیده، ولی مشابهت در مضامین هم در بوستان و هم در غزلهای سعدی مشابهت با مولانا بسیار زیاد و مکرر و متعدد است و کمتر کسی به این مطلب پرداخته. خب عموما نوشتن که سعدی در سرودن بوستان تحت تاثیر شاهنامه فردوسی بود که درسته و وزن بوستان هم وزن شاهنامه فردوسی است، اما کمتر کسی توجه به این کرده که پاره مضامین و پاره داستانها در این کتاب هست که مولوی همونها رو ذکر کرده و این قرابت یا این توارد گاهی بیش از اتفاق است و شاید یک سر دیگری اینجا وجود داره. خب تا اینجا سعدی به ما گفت که اگر پا در این راه بگذاری بحر بی پایان و جاده بی پایانی است و امید بازگشت نیست. تا این بیت رو بیان میکنه، میگه در این بحر جز مرد دایی نرفت، گم آن شد که دنبال رایی نرفت. و کسانی که از این راه برگشتند برفتند بسیار و سرگشتند. مرد دایی یعنی کی؟ یعنی پیامبر، به قرینه ابیاتی که بلافاصله بعد از این در نعت پیامبر میاد. میگه در این راه، در این راهی که من براتون بیان کردم که بازگشتی وجود نداره و در این دریا که هر کس برود غرق میشه و بر نمیگرده، تنها کسی که رفت و برگشت پیغمبر. این خیلی حرف مهمی است. یعنی او جز مدعیانی نبود که او را که خبر شد خبری باز نیامد، او تنها استثناء بود در اینجا که خبری گرفت ولی باز آمد و به ما خبر داد. من یک قصه رو بارها براتون گفتم، این رو مرحوم اقبال لاهوری در کتاب بازسازی فکر دینی نوشته است، از قول یکی از صوفیان هندی به نام شیخ یا ملا عبدالقدوس گانگهی. فرق صوفی و پیامبر رو بیان میکنه، میگه این آقای عبدالقدوس گانگهی سخنی گفته است که در طول تاریخ تصوف هیچ کسی سخنی به این روشنی در باب فرق میان صوفیان و عارفان و پیامبران نگفته است. چه گفته آقای ملا عبدالقدوس؟ میگوید که پیامبر به معراج رفت و برگشت، اگر من بودم والله بر نمیگشتم. یعنی عیناً این جملات است، یعنی کار عارف اینه که خودش به جایی برسه، غم دیگران رو نمیخوره. حالا یا غم دیگران رو نمیخوره یا مأموریت نداره یا اساساً پا در وادی میگذاره که چنان که سعدی گفت باز ناگشتنیست، امکان بازگشت وجود نداره و خبرش میشود و خبری هم از او باز نمیآید. بسیار. در این بحر جز مرد دایی نرفت، گم آن شد که دنبال رایی نرفت. کسی گم میشه که دنبال چوپان نمیره، یه رمه سرگشته سرگردان در بیابان و به این سوز. کسانی که از این راه برگشتند برفتند بسیار و سرگشتند. از این راه یعنی از راه پیروی پیامبر. کسانی که از این راه برگشتند و پیروی نکردن از یک راه بر فکری و معنوی، خودشون رفتن به سرگشتگی مبتلا شدن و به جایی هم نرسیدن. و وقتی این ابیات سعدی رو میخوندم حقیقتش یاد این عرفانهای جدید افتادم، نیو ایج که اینجا خیلی زیاده. هر کسی آمده و مدعی طریقتیست برای خودش. یکی از تفاوت‌های خیلی مهمشم با این طریقت‌های پیشین این است که اینها نه شیخ داره نه سنت داره. ببینید دوستان گرامی، طریق معنوی
بسیار طریق شیرین و عالی است، برترین نصیبی است که آدمی میتواند در زندگی خودش در این 70-80 سالی که در این جهان عمر میکنه پیدا بکنه. بالاترین نعمت است که آدمی از اون درخت های بهشتی که شناخت خداوند است میوهی بچیند و قبل از این که از این دنیا برود نفس او به کمالی برسد. اما در این میان مدعیان کاذب و فریبکاران بسیار زیادند. ما وقتی که میخواییم چیزی رو بدانیم و بفهمیم از چندین نفر که خبرند خب اطلاع میگیریم، مشورت میکنیم. من نمیدونم چه افتاده است ما را و چه پیش آمده است که فکر میکنیم در این طریقه های معنوی به پای خودمون بدون دیدن سابقه، بدون پرسیدن از بزرگان قوم و استفاده از تجربه های اونها میتوانیم این راه رو برویم. بارها و بارها این بزرگان خودشون این رو به ما گفتن. مولانا میگفت هر که او بی سر به جنبن دم بود، جنبش او جنبش کجرم بود. کجرم و شبکوب و زشت و زهرناک، پیشه او خستن جانهای پاک. همه می گفتند که باید به دنبال یک راهبری بود، چون گرفتت پیر پس تسلیم شو، همچون موسی زیر حکم خضر رو به پای خود، به هوس خود، با اتکا به عقل خود، به عقل قاصر خود پیش رفتن در این طریق هیچ ثمری ندارد. و در این دنیا بزرگانی آمدند، سنتی انداختند و این سنت به تدریج فربه شده و کسی اگر میخواد پا در این مسیر بگذاره این باید از این سنت استفاده کنه. درست بود اینکه شما بگید من میخوام طبیب بشم، هیچ کاری هم به اون چی که تا کنون در علم طب گذشته ندارم، همه آزمایش‌ها رو میخوام خودم شروع کنم، همه تئوری‌ها رو، همه داروها رو خودم آزمایش کنم. مگه میشه؟ مگه بفرضاً بتوانید؟ مگه عقلانیه؟ خب این تجربه ها صورت گرفته، بر هم انباشته شده، یک میراث سنگین و فربه برای ما پدید آمده. شما فکر کنید فلسفه رو خودتون شروع کنید، شما فکر کنید طب رو خودتون شروع کنید، ریاضی رو خودتون شروع کنید، مگه میشه؟ این مسئله در امور معنوی هست، بلکه قوی‌تر و شدیدتر هست. من میخوام این طریق معنویت رو بپیمایم و به خدا برسم. بسیار عزم نیکو و مبارکی است، ولی پیش از شما بزرگانی در این راه رفتن، کسانی این مسیر رو طی کردن، دستاوردهایی داشتن، برای ما چیزهایی آوردن. تا از اینا شما استفاده نکنی و اطلاع حاصل نکنی، همینطور کورکورانه و به خیال خود قدم در این مسیر بگذاری، عمر هم که عمر نوح نیست، عمر کوتاهیست، به هیچ جا نرسیده و سرمایه باخته از دنیا خواهی رفت. این توصیه بزرگی بود، مهم، بسیار مهم که بزرگان میکردن. سعدی در اینجا بسیار پوستنده داره به ما میگه، میگه این راه رفتنیست اما به شرط این که در سایه یه بزرگی تیه طریق بکنه، کسی که جاده رو کشیده رفته و برگشته و میوه های آبدار از اونجا آورده و یک سنتی رو بنا نهاده و این سنت اونقدر فربه شده و پر دستاورد شده که نمیشه اون رو نادیده گرفت. یک کسی امروز بیاد و بگه که بنده میخوام یک سنت تازه رو آغاز کنم، یه دین جدیدی رو پدید بیاورم یا طریقه تازه‌ای رو به شما معرفی کنم، بسیار این امر مشکوک است و در این زمینه نمیتوان به این جور حرفا اعتماد کرد. ببینید خود پیامبر اسلام وقتی که آمد گفت من سنت عیسی و موسی رو ادامه میدم، لست و بدعن من الرسل، من آدم تازه کار ناشی نیستم، من این حرفا رو برای اولین بار نیست که میزنم. یک سنت بزرگی در تاریخ خداوند بنیان نهاده است، من جزء این سلسله ام، من ادامه دهنده راه اونا هستم، من به این سنت صبر تکیه زده ام. خیلی این حرف مهمی است. میتونست ادعا بکنه که من مبدعم، من مؤسسم، من همه کارم، همه این چیزها رو نوآوری کردم، ولی هرگز این حرف رو نزد و نباید میزد، برای اینکه آثار او هم نشان میدهد که بر سر همین سفره نشسته بود.
مولانا وقتی که صحبت میکرد میگفت ما سر سفره او نشستیم، سر سفره پیامبر، نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. میگفتن هر وقت اسم پیغمبر رو میشنیم، هر وقت مؤذن میرسید به این که اشهد ان محمد رسول الله، این مرد دستش رو به زانو میگرفت و بلند میشد و این نیم بیت رو میخوان، نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. ما خودمون این راه را آغاز نکردیم، به پای خودمون نرفتیم، از تو یاد گرفتیم، در پی تو و در سایه تو حرکت میکنیم و از دست تو لقمه میگیریم و جرعه مینوشیم. این فوق العاده مهم است که بدانیم این رو. سعدی در اینجا خیلی به صراحت به ما میگوید خلاف پیامبر کسی ره گزید، که هرگز به منزل نخواهد کسی. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. امکان نداره که این راه های معنوی رو آدم بدون اینکه در ظل یک بزرگتری، یک پیشوایی طی طریق بکنه برسد. یعنی اونقدر خطا خواهد کرد، اونقدر افت و خیز خواهد داشت که به جایی نمیرسه. سعدی با گفتن این سخن وارد نعت پیامبر اسلام میشه. من پندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی، وارد این می شود کریم السجایا جمیل الشیم نبی برایا شفیع الامم امام رسول پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرئیل شفیع الورا خواجه بعث و نشر امام الهدا صدر دیوان هشت شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم. فقط در اینجا این رو اشاره کنم که وسیم که از صفات پیامبر اینجا ذکر شده یعنی زیبارو، آدم خوش صورت. گفتن در روایات هم آمده است که مردان الهی و خصوصا پیامبرانی که خدا می فرستاد همه اینا خوشتیب بودن، به اصطلاح امروز آدمیانی نبودن که با دیدن چهره اونها دیگران برمند. یعنی علاوه بر جاذبه معنوی، علاوه بر جاذبه کلامی و بلاغی، جاذبه جسمانی هم داشتن و همون هم باعث می شد که دیگران به اونها رو بیاورن و متنفر نشدن. یتیمی که ناکرد قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. این هم از سخنان فوق‌العاده مهم سعدی است. جایی دیگه مولاوی شبیه همین رو داره، میگه خداوند به پیامبر وعده کرد که من کتاب و ملتت را حافظم، بیشو کم کن راز قرآن را حافظم، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. در مورد پیامبر هم کلمه بخت رو به کار میبرد که این مرد بختیار بود، اقبالناک بود، ولی خب نصیب هر کسی میشد آنچه نصیب او شد. دوم این که وقتی هم که رفت بخت اقبالش نخفت، یعنی این تمدن گسترش پیدا کرد. یک کسی در عربستانی که هیچی خبری از اونجا نداشت و محاصره شده بود با یه عده آدمیان کم فرهنگ، حدس نمیزد که این روزی دینی بشود که این چنین جهان گستر بشود. معناش همون تأیید الهی بود که پشت سر این مرد بود و امروز شما تو تمام کتابخانه های جهان کتاب این یتیم رو به تعبیر سعدی می توانید پیدا کنید. نه فقط این کتاب او رو، بلکه انواع شروح و تفاسیری که بر این کتاب نوشته شده است. بعد از آن سعدی قصه معراج پیغمبر رو نقل می کند که شبی برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در فیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. به دو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی. به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، وگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی به سوزد پرم. این داستان رو مولوی هم آورد. خلاصه داستان این است که معراجی بود، پیامبر با جبرئیل می رفتند بالا، به نقطه رسیدند که جبرئیل باز ماند و از ادامه راه عاجز شد. پیامبر به او گفت که ای حامل وحی برتر خرام، تو تا اینجا با من همسفر بودی، همراه بودی، چ
چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ ما که با هم دوست بودیم، هم سفر بودیم، چرا ناهمراهی میکنی؟ چرا رفیق نیمه راهی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. گفت آقا دیگه بیشتر از این نمیتونم، بالهای من نیرو ندارد، توان ندارد، نمیتونم همراه شما بیام. و پیامبر از اون پس رو خودش رفت. ببینید این قصه معراج که مولانا هم داره، گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد خوش پر من، گر زنم پری بسوزد پر من. حیرتم در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخذ. ما یه وقت این رو تفسیر جسمانی میکنیم، یعنی حقیقتا فکر میکنیم که پیامبریست به پرواز در آمده یا بر مرکبی نشسته و جبرئیل هم مثل یه پرنده در کنار او پیش میروند، بالا میروند، بالاتر میروند، تا به نقطه میرسند که انرژی جبرئیل تمام میشه و توان بال زدن نداره و آنگاه پیغمبر از او فراتر میروند و به عرش برین میرسند. خب این تصویر بسیار خامی است، بسیار ساده انگارانه است و اصلا اونجایی که پیامبر رفت جا نبود که ما برای او بخوایم مسافت قائل بشیم و بگیم مثلا پیامبر 100 کیلومتر بیشتر از جبرئیل طی کرد. جبرئیل بال نداشت و بال داشتن او همه تصویری است، همه مجازی است، همه استعاری است. خب پس ما اینو چجوری باید بفهمیم؟ اینجوری باید بفهمیم که پیامبر دسترسی به معارفی داشت، امکان دیدن مشاهد و مناظری رو داشت که جبرئیل نداشت. خب از اینجا باز یک نتیجه باید بگیریم و این حرفیست که فیلسوفان ما زدن. ملا صدرا در آثار خودش صراحتن میگه فکر نکنید که جبرئیل معلم پیغمبر بود، برای اینکه اگر معلم بود همه جا باید پیامبر دنبال او میرفت، تا اونجا که او دستش رو میگرفت و میبرد باید میرفت، فراتر از او که نمیتوانست بره، برتر از او که نمیتونه. این که پیامبر جایی رفت که جبرئیل نمیتونست بره، معناش این استش که پیامبر از جبرئیل برتر بود، احتیاجی به جبرئیل نداشت. اون همراهی نخستین هم یک همراهی سوری بود. به همین معناست که یه عده‌ای میگن جبرئیل رو پیامبر نازل میکرد، نه این که جبرئیل نازل میشد تا به پیامبر یه چیزی یاد بده. و به این ترتیب اصلا معنای و جایگاه جبرئیل همه اینا عوض میشه. سعدی هیچ توضیحی در این باب نداده، مولانا فقط اونجا میگه حیرت هم در حیرت آمد زین قصص. قصه حیرت آوریست، قصه شگفت آوریست که جبرئیلی که میومد تا قرآن رو به پیامبر بخواند، خود او اعتراف به عجز میکنه، میگه تو جایی رفتی، چیزایی دیدی، چیزایی بلدی که من به اونجاها راه ندارم. یعنی گویی که تو بدون احتیاج به من میتونی راه رو به پیمایی، نه تنها به پیمایی، از من برتر و فراتر هم بروی. بنابراین این که جبرئیل در اینجا چه کاره بود، حقیقت چینه که به جایی که پیامبر تابع جبرئیل باشه، جبرئیل تابع پیامبر بود. خب این همون حرفیست که کسانی گفتن که وحی تابع پیامبر بود، نه پیامبر تابع وحی. و جبرئیل چنان که عارفان ما گفتن همون عقل پیامبر بود، همون استعدادی بود که خداوند در پیامبر نهاده بود که گاهی به صورت ملک بر او مصور می شد. در اینجا مجال سخن بسیاره، ولی خب ببینید خلاصه مطلب اینه که جبرئیل به پیامبر گفت اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی به صورت پرم. این تعبیریست که به عربی هم در روایات نقل شده که لو دنوت انملتن لحترقت انمله، یعنی سرانگشت، به اندازه یک سرانگشت اگر بالاتر بیام و نزدیکتر بشم، بالهای من آتش خواهد گرفت و تمام وجود من خواهد سوخت و من اجازه ندارم اونجا بیام. به خود اون شاعر، من به جایی میروم کنجا قدم نامحرم است،
هر کجا ما جام میگیریم جمع نامحرم است. خب معنای معراج پیامبر رو ما اگر خوب دریابیم که اولا پیامبر بی احتیاج به جبرئیل بالا رفت و جبرئیل با او نمیتونست همراهی بکنه، دوم این که در واقع تجربه پیامبرانه که ما از او سخن میگیم همین معراج پیامبر رو، و گویا یه بارم نه چند بار پیامبر به معراج رفته بود و قصه های معراج با هم در آمیختند. و معراج پیامبر اولینش در دومین سال بعثت صورت گرفت و در همون سفر معراج بود که نماز به پیامبر تعلیم داده شد و بسیاری از صور و منازلی که بعداً در قرآن آمد در باب روز قیامت، همه اینها به صورت رؤیایی، تمثیلی، کشفی در این سفر بر پیامبر آشکار شد. عایشه می گفت که پیامبر جایی نرفت، روایت مشهوری از عایشه، تو خونه بود، خوابیده بود. همه این سفر یک سفر رؤیایی بود. بو علی سینا یک کتابی داره اصلا راجع به معراج، رساله معراجیه، در اونجا میگه معراج پیغمبر یک سفر فکری بود. اصلا گمان نکنید که از خانه اومد بیرون و سوار مرکبی شد که گفتن اون مرکب یا دلدل بود یا فرض کنید که اسم دیگری داشته بود، براق. بله، و بعضی هم گفتن این براق مشتق از برق، یعنی با سرعت نور حرکت میکرد. نه، اینها رو کنار بگذارید، این اصلا سفر سفر فکری بود، سفر عقلانی بود، سفر روحی بود و پیغمبر در درون سفر کرد و این عوالم در درون بر او منکشف شد و بقیه وحی های پیامبرم از همین جنس بود. البته ما چون عادت داریم چیزها رو برای خودمون مصور کنیم، مخیل کنیم، البته برای جبرئیل اوصاف یک پرنده رو قائل میشیم، برای معراج چنین گمان میبریم یه سفر آسمانی بود اونطوری که هواپیما میرود یا موشک ها میروند. اما خب این فکر رو باید کنار بگذاریم. پیامبر سر جای خودش نشسته بود و سیر عرش میکرد، همونجا بود و در رؤیا و در شهود همه این عوالم رو، برای که اون عوالم از جنس روح آدمی هستند نه از جنس جسم. این کرات جسمانی هم، مریخ، مشتری، اینا اگه بخواید برید باید مرکب مناسبی پیدا کنید و به اونها برید، اما عوالم ارواح و ملائک از جنس روح هم. با مرکب روح شما باید به اونجا برید، نه با مرکب جسمتون. چه معنا داره که آدم سوار یه مرکبی بشه که اون مرکب هم جسمانیست و بعد به جاهایی برود که روحانیست و ماده و مقدار و مسافت و اینا در اونجاها مطرح نیست. در ابتدایی که مسئله معراج مطرح شد در عالم اسلام و نزد عموم مفسرین، درک از معراج یک درک جسمانی بود. عموم کسانی که اون قصه ها رو هم نوشتن چنین تلقی داشتن. اما هرچه که ما جلوتر آمدیم تا به امروز، خوشبختانه مفسران و خصوصا فیلسوفان معراج رو تفسیر روحانی تر کردند، تفسیر رؤیایی تر، تفسیری از جنس ورود در عالم مثال، در عالم کشف، در به قول سهروردی در اقلیم هشتم، در ناکجا آباد، در جابلقا، در جابلسا و چیزهای از اون قبیل که بسیار هم شنیدنی و پذیرفتنی تر است تا نسبت به اون تفسیرهای دیگری که 100% مادی است. و بعضی از علمای ما هم فکر کردن که امروز چون مسئله موشک‌های قاره پیما و بعد موشک‌های فضا پیما مطرح شده و چون مسئله نور و سرعت نور آمده، دلائلی برای اثبات یا امکان معراج پیدا کردن. بگم مانه من اونا همه بیراه رفتن است و درست‌ترین امر این است که ما مثل بو علی سینا این سفر رو یک سفر فکری و عقلانی بدانیم و یک سفر روحانی که در این سفر اون عوالم روحی بر پیامبر منکشف شدن، اون هم به صورت تمثیلی، یعنی چیزهایی که اونجا پیامبر دید عین واقعه نبود، درست شبیه واقعه هایی بود که ما در خواب میبینیم که بعداً باید تعبیر کنیم.
پیامبر در اونجا دیدن فی المثل در داستان‌های معراج اومد که کسی اونجاست که دائما لب او رو با قیچی می‌برن و دوباره اون لب پیدا می‌کنه و دوباره از جبرئیل پرسیدن که این چیه؟ گفت این واعظ غیر متعظ است، این آدمی است که مردم رو وعظ می‌کنه، پند میده اما خودش به اونها عمل نمی‌کنه. دیدن که یک کسی است که شکم خیلی بزرگی داره، دو قدم راه میره دوباره میخوره زمین. گفتن این که این آدم رباخاری است و چیزهای دیگری. همه چیزها رو به صورت تمثیلی پیامبر دید، درست شبیه اونچه که ما در خواب میبینیم. بعدن اونها رو آمد و گفت برای ما تا ما دوباره اونها رو معنا کنیم. حتی وقتی که سفر آغاز شد و ظاهرن جبرئیل با او بود و گفت جبرئیل ابتدا من رو تا بیت المقدس برد، گفت وسط راه دیدم یک کسی در جاده داره من صدا میزنه. جبرئیل به من گفت برو اعتنا نکن. و وقتی که من رسیدم به بیت المقدس به من گفت که این شیطان بود که تو رو میخواند، اگر رو تو به اون طرف میکردی اسیر وسوسه های او میشدی. ببینید تمام اینها حالت تمثیلی داره. پیامبر گفت وقتی که به بیت المقدس رسیدن جبرئیل دو تا ظرف پیش من آورد، یکی شیر یکی شراب. گفت انتخاب کن. من شیر رو انتخاب کردم. و جبرئیل من گفت شراب رو انتخاب کرده بودی کلن پروندت بسته می شد. بعد در اونجا یک نردبانی از طلا گذاشتن یا نردبانی از نور یادم نیست و جبرئیل گفت برو بالا. رفتم بالا تا به آسمان ها رسیدم. به هر آسمانی که می رسیدم پیامبری بود در آسمان رو به روی من می گشود. جبرئیل او رو معرفی می کرد، می گفت این عیساست، می گفت اون موساست، اون ابراهیمه، تا به بالاترین مراتب رسیدم. شما این قصه های معراج رو اگر بخوانید دقیقا مثل سفر، یک سفر رویایی است، سفر رویایی شیرین، پر حکمت، پر نکته. و پیامبر از این سفر با دست پر برگشت و همون سرمایه نبوت او بود. و بعدن جزئیات این سفر رفته رفته در قرآن گسترش پیدا کرد، در بیانات پیامبر گسترش پیدا کرد و شد اونچه که دیدیم. بنابراین سخن سعدی که در اینجا حکایت معراج رو در ابتدا میگه دو تا مطلب راجع به پیامبر میگه دیگه. یکی این که یتیمی که ناکرد قرآن درست، کتبخانه هفت ملت بشست. یک دستاورد او قرآن بود. دومی سفر معراج. شبی بر نشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. خب سعدی بعد اضافه میکنه یه نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. اونگاه شروع میکنه وقتی که پیروان پیامبر رو میگه، نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. این شعرانی که میخوندم یاد آقای دکتر بلایتی وزیر خارجه سابق خودمون نوشته افتادم که یک کتاب خیلی کم رمقی در باب سعدی نوشته و در اونجا گفته سعدی شیعه بود اما تقیه میکرد. چه تقیهی؟ چه دلیلی داره که حالا چه اهمیتی داره ما همه مردم خودمون شیعه؟ به این صراحت داره میگه دیگه، داره میگه که اصحاب پیامبر نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید، خداوند خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. خدایا به حق بنی فاطمه که بر قبل ایمان کنم خاتمه. شکن گردد ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعت به درگاه حی، که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دار السلامت طفیل.
صریحا سعدی در اینجا سخن از شفاعت میگوید، از تشفع کردن و توسل کردن. اشاره کنم و قبلا هم گفته بودم سعدی پرورده مدارس نظامی است. مدارس نظامی 12 مدرسه بود که خاتم نظام الملک ساخت در 12 شهر و سعدی دانشجوی و فارغ التحصیل نظامیه بغداد بود. خب در نظامیه هایی که خاتم نظام الملک ساخته بود دو تا مکتب تدریس می شد، یکی فقه شافعی و دیگری مکتب کلام اشعری. در مکتب کلام اشعری یعنی نزد اشاعره شفاعت جایز است، در حالی که نزد معتزله شفاعت جایز نیست. معتزله خیلی عقلی بودن، کرامات رو هم قبول نداشتن، اینکه مشایخ بتوانند کرامتی بکنند و خرق عادت بکنند، ولی اشاعره قبول داشتن. اختلاف زیادی بود. سعدی در اینجا صریحا میبینید که دست توسل و تشفع به دامن پیامبر برده است که نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. البته معناش این است که پیامبر بیاد گناهان ما رو بیامرزه، با معناش این است که میتواند از خداوند خواهش کند، یعنی دعا کند، دعایی که خداوند میتواند اجابت کند و میتواند هم اجابت نکند. هیچ الزام آور نیست، صورت خواهش کردن داره. قرند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز از آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه ما موجود شد فرع توست. ندانم کدامین سخن گویمت که بالاتری زن چه من گویمت، تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است. چه مدحت کند سعدی ناتمام، علیک الصلاه ای نبی و السلام. خب سخنمون رو با سلام و صلوات بر پیامبر ختم میکنیم، اما چون من عزم کردم که در پایان هر جلسه ای از این جلسات سعدی شناسی غزلی هم از این بزرگوار براتون بخونم، اجازه بگیرید غزلی که از عارفانه ترین غزلهای سعدی است و در خطاب به خداوند است بخوانم و کامتون رو شیرین کنم و سخن رو به پایان ببرم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است که در اینجا همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدی اگر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. و السلام علیکم. بله در مورد سال اولتون، بله لازم نیست که اون راهنما حتما زنده باشه، از آثارشون میشه استفاده کرد و اتفاقا تفاوت این راهنمایان معنوی این است که آدمی وقتی که از اونها استفاده میکنه رفته رفته یک کانکشن روحی با اونها پیدا میکنه. پیروی از این راهنمایان معنوی فرق داره با دیگران، یعنی ممکنه یک کسی امروز مثلا مارکسیست باشه، کتابای مارکس رو بخونه، اما هیچ رابطه روحی معنوی با مارکس دیگه نخواهد داشت، آثارش رو میخونه. اما با پیامبران و مشایخ طریق اینطور نیست. آدمی
وصل میشه به اصطلاح، یک ارتباط و اتحادی حاصل میشه و این شدنیست. البته بدون این هم اصلا نمیشه، یعنی نهایتاً باید یک چنین اتفاقی بیفته. اما در اون مورد ملائکه، ببینید ما منکر ملائکه نیستیم، به دلیل اینکه پیامبر گفته، به دلیل اینکه قرآن گفته. اگر نبود ما راهی هم برای فهمیدن و شناختنشون نداشتیم حقیقتش، مثل خیلی چیزهای دیگه. و چون قول پیامبر معتمد است و ما میتونیم به او اتکا کنیم. من دیدم خیلی ها مثلا میان راجع به تناسخ صحبت میکنن که بله انسان بعد از این که مرد دوباره روحش به این دنیا میاد و بدن یک جانوری حیوانی میره یا انسان دیگری میره. من وقتی از آن میپرسم شما دلیلتون چیه برای حرفا؟ اینا که علمی که نیست، تجربی که نیست، فلسفی که نیست، یعنی هیچ برهان عقلی برای اینا جاری نمیشه. تنها راهش این است که اینا را آدم از یک شخص کاملا معتمد مطمئن نشنه دارد. کی اینا رو گفته؟ یا آدم های مثل خود ما. من تعجب میکنم عده‌ای مثلا به معاد که پیامبران گفتن آنچنان که باید اعتقاد نمیورزن، اما به این حرفای بی سر و ته چجور دلبستگی نشون میدن. علی حال اگر از ملائکه پیامبران برای ما نمیگفتند، ما چندان هم اطمینانی به وجودشون نداشتیم. اما ما این ملائکه رو نمیدونیم چی هستند، همینقدر میدونیم یه موجودات روحانی هستند. اینا میتونن به صورتهای دران در خیال بنده و شما یا در خیال پیامبر، اون صورتها به اصطلاح صورت اصلی اونها نیست و اصلا اونها صورت ندارن، بی صورتن و در خیال ما صورت میگیرن. و به همین سبب است که ما اسمشون رو میذاریم ملک. بعضی هم گفتن که این ملک همون ملخه، و چون این ملخ که دوتا بال داره و واقعا خیلی ها فکر میکنن که این ملائک هم بال دارن دیگه، مثل ملخ. خدا رحمت کنه مرحوم باستانی پاریزی، مرد بسیار شوخی بود، ایشون خلاصه ملک و ملخ و اینا رو با هم یکی کرده بود دیگه. با شماست. بفرمایید. شما توضیح دادین که اینا که در این مسیر میرن بر نمیگردن، ولی از اون طرف میگین که اینا که از این مسیر میخوان برن، دست به دامن اونایی بشن که این راهو رفتن. بله، ببینید اونایی که این راهو رفتن برگشتن، اونا پیامبران بودن فقط که برگشتن. وقتی قدری از این میوه های خودشون رو در اختیار ما میگذارن و به همین مقدار ما میتونیم بهره مند بشیم، نه بیش از این. بله. نه نه نه، پیامبران، پیامبران. ببینید، و کسی که با اونها وصله، بیش از این نه. این سخن سعدی این است. بله. اونجاست که ما یه جای مطمئن نداریم که پامونو بگذاریم. چی داشتن؟ ببخشید، اسم اعظم رو، اسم مقصود رو داشتن. اگه داشتن، با توجه به اینکه در حال بعد از این مسائل زیادی رو پیش دیدن، یعنی نظر شما و یعنی من به یاد نمیارم و بعید هم میدانم که در آثار او چیزی باشه. اما این که پیامبر اسم اعظم رو میدونستن، این که اسم اعظم چیه، این که دانستن اسم اعظم چیه، از مشکلات است خلاصش. ظاهرن این اندیشه از یهودیان وارد اسلام شده، مسئله این که اسمی هست و بعد اسمای بالاتری هست و اسم اعظمی هست. و بعد هم درباره اینا یک خیالاتی هم صورت گرفته که کسی اسم اعظم رو بدونه همه کار میتونه بکنه. من بیاد دارم مرحوم آقای طباطبایی در تفسیرشون نوشتن که اصلا این که اسم اعظم یه لفظی باشه مثل اسماء دیگه، مثلا اسم شما احمد، اسم فلانی مثلا اکبر، یه اسمی هم خدا داشته باشه به نام اسم اعظم که بزرگترین اسماء اوست،
و اگر کسی اون رو بلد باشه به همه کار توانا بشه. ایشون نوشتن اصلا این خلاف قاعده علت و معلوله. اگر هم اسم اعظمی باشه و اگر معنا داشته باشه دانستن او، خلاصه معناش این است که خود شخص واجد یک توانایی ها و سرمایه های باشه به این معنا. خب بله، پیامبر بالاخره انسان ویژه‌ای بودن و خداوند برخورداری های خاصی بهشون داده بود. معنای اسم اعظم هم همینه، یعنی میتوانست تا ارتفاعاتی پرواز بکنه که دیگران نمیتوانند. من حقیقتش بیشتر از این نمیدونم. معراج در قرآن من خاطر اهمیت کار نگاه کردم، یک آیه یا دو آیه بیشتر نیامده، خیلی کلی صحبت شده، نامی از پیغمبر هم نیست در آیه، فقط ما داریم تفسیر میکنیم و میدیم که پیامبر، به نام پیامبر میخوانیم. آیا واقعا خود پیغمبر خودشون گفتن با زبان خودشون که من به معراج رفتم، یا اینکه کسانی در مقایسه با مسیحیت که گفتن مسیح به آسمان رفته میخواستن یک موضوعیت وجودی هم در اسلام باشه، اینو پیش کشیدن، یعنی درست کردن که هر کس اومده بر بالاتر داده به این ماجرا. خواستم اینم و داستان های متعدد بکنن، آیا پیغمبر خودشون با زبان خودشون در جایی گفتن یا ببینید در قرآن دو جا بحث معراج اومده، یکی در سوره اسراء که شروع میشه با این آیه که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. این مقدارش بیان شده که شبانه پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفت که بیت المقدس است. دیگری در سوره نجم و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما تقا و ما قبا و لا ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، از اینجا آغاز میشه تا اینکه به این نکته ها میرسد که علمه شدید القوا، شدید القوا به او چیزها رو یاد داد. حالا اینکه شدید القوا کیه، خب مفصل اختلاف دارن، بعضی هم میگن همین جبرئیله، ولی گفتم مثل ملا صدرا میگن نه خیلی جبرئیل معلم پیامبر نبود. بر حال وقت در اونجا میگوید که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیامبر بالاتر رفت و بالاتر رفت، هی نزدیکتر و نزدیکتر شد تا قاب قوسین، قاب یعنی اندازه به عربی، نه قابی که ما میگیم، قاب یعنی مقدار، به اندازه دو کمان فاصله داشت. قاب قوسین دو کمان با کی فاصله داشت؟ بعض از مفسران میگن با خدا فاصله داشت، بعضا میگن دو کمان فاصله بین جبرئیل و محمد بود. اون وقت در اونجاست که میگوید ما کذب الفؤاد و ما رآ، دل پیامبر هرچه را که دید تکذیب نکرد و دل او به او دروغ نگفت، یعنی یک مشاهده یا هم رؤیتی صورت گرفت. ما کذب الفؤاد و ما رآ ولقد رآه نظرت اخرى، بعد هنگام پایین اومدن هم یک بار دیگر جبرئیل رو یا اون شدید القوا رو دید. اینم آیاتی است که در ابتدای سوره نجم آمده و عموم مفسران معتقدند که مربوط به معراج پیامبر می شود که رفته است و به اندازه دو کمان با سدرت المنتها فاصله داشته. کلمه سدرت المنتها دقیقا در همون جا آمده. سدرت المنتها یعنی درخت سدری که پایان مسیر پیامبر بود، که اتفاقا بعد در روایاتی که در از معراج آمده از پیامبر نقل شده است که بله من به اون درخت رسیدم و برگه های اون درخت رو تشبیه کرده بودن، یه چیزی که الان به یاد ندارم، اون خیلی برگه های بزرگی بود، به هر حال پایان مسیر ایشون بود اون درخت سدری که در اونجا قرار داره. اما تو قرآن دیگه بیش از این نیست، ولی از پیامبر روایات خیلی زیادی رسیده در باب این معراج. و عایشه که خب همسر پیامبر بود، یعنی بعدها همسر پیامبر شد، تو اون موقعی که این معراج صورت گرفت عایشه هنوز زن پیامبر نبود، و از معاویه روایاتی آمده و از تعداد زیادی کسانی که مراجعه کنید به تواریخ و تفاسیر، برای تفاسیر به شما میگن.
و البته پروبال زیادی داده شده. یعنی خیلی از اون روایت ها معلومه که محصول خیال و افسانه سرایی راویانه، ولی یه جیستی، یه کوری، یه کانونی داره که اون کانون رو خیلی قبول دارن. بعدم فقط عیسی نبود، اونطوری که ما تو تاریخ پیامبران تقریبا همه پیامبران معراج داشتن، توجه میکنید همشون، و این معراج هم تجربه معنویشون بود. در باب موسی هم نوشتن، در باب ابراهیم هم نوشتن، توی نان کانونیکال ورژنز آف بایبل، یعنی این کانونیکال ورژنش که الان در اختیار هست، این معراج ها نیست، اما این میدونیم اون کتاب ها یک نان کانونیکال ورژن هم داره، یعنی نسخه هایی از اونها هست که مورد قبول جامعه یهودیت یا احبار و علما یهود نیست، همچنان که انجیلای فراوانی وجود داره که نان کانونیکال هست، اما بودن شاید نزدیک 100 تا. در اونجاها معراج موسی هست، معراج ابراهیم هست، به هر حال این قصه وجود داره. عموم پیامبران براش خوب به خود چیز هست، ادریس که در قرآن آمده، رفعناه مکانا علیا، ادریس به عالم بالا رفت و امثال اینا. در مورد ادریس قصه خوشمزه هم هست که وقتی بردنش به آسمان و جبرئیل همراهش بود، از دم بهشت عبور میکردن، پرسید کجاست اینجا؟ گفت اینجا بهشته. گفت خب اجازه بدید من یه ذره تو رو ببینم. ازش قول گرفتن که رفتی دیدی بیا بیرون، ها اونجا نمون. رفت و بعد که گفتن آقا بیا بریم دیگه، گفت نمیام. گفتن قول دادی؟ گفت وفای به عهد مال تو دنیاست، این بهشت دیگه نداشت. موند، نشست که نشست. بله بفرمایید، شما سوال آخر رو بفرمایید دیگه. بله، اصلا که از جهت تاریخ چه در ایران چه در جهان اسلام فوق‌العاده مطرح هستید، این منصفانه تر بود اگه اجازه میدادن سوالایی که نه لزوما در بحث این شب بشه سوال کنید، ولی به هر حال اجازه ندادن و ما سوال نمی‌کنیم. در اون حدی که از شبات که محدودمون کردن، در این مسئله من برای من پیش میاد که اگه قرار باشه که ما به یک کسی که عالمه و بیشتر از ما میدونه نگاه بکنیم و ببینیم اندوخته های اون چیه و درجاتی که اون بهش رسیده چیه، اما مسئله تقلید پیش میاد. و مسئله تقلید، خب پیغمبر هست، قرآن هست، نهج البلاغه هست، با تفسیرهای بسیار گوناگون. برای مردم عادی این امکان وجود نداره که بدن تمام منابع و مراجع رو چک بکنن و ببینن کی درست تر میده. منجر میشه به همون ملایی که سر محلشون یا آیت اللهی که مملکتشون داره اداره میکنه. و از جهتی از نظر دیگه، چون این افراد به دنیای دسترسی دارن، به مراحلی از معنویت دسترسی پیدا کردن و چیزای اونجا دیدن که وقتی برای ما توضیح میدن، ما هیچ ابزار این جهانی نداریم اونا رو بتونیم تشخیص بدیم. ابزاری است آن جهانی و اینجا میتونیم ما گمراه بشیم به وسیله آدمی که میگه من از اونجا اومدم یا اون چیزی که اونجا هست من میدونم. و تا اونجایی میرسیم که یه رهبر تشیع تاریخی میگه که اگه بین نظام و نهج البلاغه و قرآن قرار شدی که انتخاب بکنی، نظام انتخاب بکن، از واجب و اوجب واجبات هست. خب ما با این آقایی که کمتر از شما قرآن نخونده، کمتر از شما نهج البلاغه نخونده، مردم کلو انتخاب بکنن، ولی که یک ابزاری نیست که ما بسنجیم ببینیم اون چیز که اونجا دیگه واقعیت درست یا نیست. آیش بودم بدید اگه آقای دکتر من این خلاصه ایشون میگن که سوالشون واضح بود، اتفاقا سوال خوبی هم هست. ایشون میگن که مدعیان زیادن، مدعیان رهبری معنوی، مدعیان فهم قرآن، مدعیان دیانت، مدعیان پیشوایی، و ما دنبال کدوم داریم؟ بله دیگه، این به قول حافظ گفت مستور و مست هر دو چو از یک قبیله هن، ما دل به اشفهی که نهیم، اختیار چیست؟ دنبال کی روان بشیم؟ و ببینید شما فکر میکنید چی کار میشه کرد در اینجا؟ من واقفم به اون رو که شما میگید، میگید افراد میرن از ملای محلشون
خب بله همینطوره، آدمی که نمیدونه، افراد به دکتر محلشون هم مراجعه میکنن، افراد به معلمای محلشون، به دبستانای محلشون هم مراجعه میکنن، به بازار محلشون هم مراجعه میکنن، کفشی، لباسی، خوراکی بخوان از اونجا میگیرن، به همه غذاهای عالم، به همه لباسهای عالم دسترسی ندارن، به بهترین معلما و دبیرها دسترسی ندارن و به بهترین طبیبا، همونی که دارن قناعت میکنن. شما ملاحظه کنید این دنیای همچه بازاریه، این دنیا بازارچه است. حافظ خوب میگفت نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسید سود و زیان ما را بدید. واقعا یکی از بهترین تمثیلای عالم این بازاره. آدم نزدیکترین بازارچه که داره معمولا انتخاب میکنه، یعنی ما همه این کار کردیم، همه دنیا این کار کردیم. لذا من اینجور دارم دفن شما میگم و دوستان، ما نزدیکترین بازارچه‌ای که در اختیار داشتیم همین دین اسلام بود، ما انتخاب کردیم. هیچ ملامتی هم بر ما نیست، برای اینکه امکان نداره، برای هیچ کس امکان نداره که اول همه جهان و همه تاریخو بگرده بعد بیاد سر خونه خودش بگه حالا چیکار بکنم. از همونجا شروع میکنه، کمان که در هیچ امر دیگری هم ما این کار رو نمی‌کنیم. دوم اینکه آدم اولین بازاری که ما راجعه میکنه تا واقعا جنس بهتر و ارزونتر رو میخواد. خب ما ارزان‌ترین چیزی که در اختیار قرار گرفته همین طریقه معنوی پیامبر اسلام بود. شما تو بازار که میرید فروشنده های مختلف هستن، متقلب هم توشون هست، بالاخره یه راهی پیدا میکنید کمابیش برای اینکه جنس درست بخرید، سرتون کلا نره، به قیمت مناسب بخرید، با دوام بخرید. همین کار رو تو اینجا هم بکنید و در این حال مسئول هم نیستید از اینکه کسی کلاتون رو بر نداره. ممکنه وقت یارتون نباشه، کلا برداری هم کمان که خیلی هم اینطوری شدن توی این دنیا، سرنگون افتادگان زیر منار مینگر صدها هزار اندر هزار، خیلی هم بودن که کلا برداری کلاشون رو برداشتن، فریب خوردن. پس کاری که میشه کرد همینه، ما همطور باید آگاهی بدیم، اما دنیا رو نمیتونیم اصلاح کنیم، بازار جهان رو نمیتونیم عوض کنیم. بعد نتیجه که رسیدم اینه، اما آگاهی میدیم. یعنی همین سوالی که شما میکنید که سوال آگاهی بخشه، که آی مردم چشمتون رو باز کنید، اگه یک کسی اومد و ادعاهای زیادی کرد گوش ندید. من همیشه این حرف پاپر در گوشمه، فیلسوف مشهور اتریشی انگلیسی، میگفت که در سیاست و در طبابت هر کس وعده زیاد بده شارلاتانه. گوش کردید؟ خب ببینید این یک نکته آگاهی بخشه. بعضی طبیبا دیدی شما بیاد من یه چیزی بهتون میدم جوان میشی، 30 سال جوانتر میشی. از این حرفا بعضی از این شارلاتانا میزنن. در سیاست هم همینطوره، گلستان میکنیم، دو روزه تورم رو پایین میاریم، فلان میکنیم، فلان میکنیم، دوریانی میگیریم، تمدن تازه میآفریم. در سیاست و در طبابت هر کس وعده زیاد داد شارلاتان است. ما همین آگاهی ها رو باید پخش بکنیم. در مورد دیانت هم همینطوره، در مورد سیاست هم همینطوره و جایی، تا اینکه آدمیان قدری این خریدی که میکنن با چشم باز باشه. گمان نمیکنن بیش از این بتوان کاری کرد. من معمولا دانشجو جوانایی که همیشه بشه من اومدم و هم گفتن یه نصیحت به من بکنید، یک نصیحت میکردم یا اگر چند نصیحت میکردم این یکی در صدرشون میگفتن دست ارادت به هیچ کس ندهید، به هیچ کس نگید آقا خانم بنده سرسپرده شما، چشم بسته هر چی گفتین قبول، چشماتون رو باز کنید، عقلتون رو به کار بیاندازید و تا اونجا که میتونید کنجکاوی کنید و خردبینی کنید و تحلیل و تعمیق بکنید. اهل تحلیل باشید نه اهل تجلیل. این تعبیرات رو هم میکردید، بیشتر از این هم زور هیچ کسی نمیرسه دیگه. این دنیاییست که میبینید دیگه، سفره ایست بند شده و آدمیان هم کار خودشون رو میکنن. خب و السلام علیکم و رحمت الله.